در اینجا بی مناسبت نیست که اشاره داشته باشم به عکس‌های فراوان کتاب چهره‌های موسیقی ایران معاصر و تلاش‌هایی که برای دستیابی به اونها به عمل آمده و در لابلای صفحات کتاب به صورتی سیستماتیک آمده اند، به طوری که هر عکس انتخاب شده در صفحه یک کتاب قرار می‌گیرد که با محتوای مطلب صفحه هماهنگی و همخوانی بسیار دارد که با توجه به گستردگی آن از مهمترین ویژگی های این کتاب است. سکا خانم منا فهیمیان و آقایان فاران اتحاد و جلال محمودی در طی سالها با کوششی مجدانه و پیگیر برای تهیه عکس ها زحمات بسیار کشیدند و بیش از 2000 عکس تدارک دیدند که از این نظر آرشیوی بی نظیر است. از آنان هم ممنونم. شناسایی عکس ها را خودم به عهده گرفتم و مسئولیت آن را قبول کردم. از میان عکس های آرشیو، عکس های مورد لزوم را انتخاب و در صفحات مناسب کتاب قرار دادم. ناگفته نماند که عکس ها دو دسته هم. دسته اول آنهایی هستند که از نشریات مختلف، اهم از مجله، روزنامه، فصلنامه و یا کتاب انتخاب شدند که با قرار گرفتن در کتاب در زیر هر عکس دقیقاً منبع آن ذکر می شود. دست دوم عکس های کم نظیر و بی نظیری هستند که آنها را بستگان نزدیکان و دوستان موسیقیدانان با گشاده دستی در اختیار ما قرار دادند که در زیر هر عکس به جای مشخصات منبع نام اهدا کننده می آید. مثلا ما بار اولی که شروع کردیم، من و پسرم رفتیم منزل مرحوم تجویدی و خانم زریف تجویدی در حدود 7 آلبوم جلو ما گذاشت و پسر من در حدود 150 عکس اسکن کرد. بعضی عکس ها بی نظیرند، بعضی عکس ها مثلا سابقه نداشتیم، چیزی به طوری که دوستی دارم آقای محمدرضا ژاله که در حدود 2000 خورده سال ساخته و یک بار با من تلفن کرد، چون در معرض کارم بود، گفت یک شخصی تار یحیی رو آورده من براش درست کنم. من کاسه رو که باز کردم دیدم که عکس یحیی توشه با از این کلاهای نمدی، عکس جوونیش که در هیچ جا دیده نشده. این عکس به زبان ارمنی زیرش نوشته بود عکس یحیی است، تار هم از یحیی است، خوش بنوازید، که دوست من این جمال تو داده بود که از دوستان ارمنیش، اون رو ترجمه کرده بود و این عکس رو من در صفحه اول بخش مربوط به یحیی آوردم و در ایران نظیر نداره. ناگفته نمونید که یحیی کسی هست که سازش، تارش مثل ویولون اوکتاویا پواز، ویولونیست ایتالیایی، جاش در موزه هاست و بهترین سازی که تا به حال در مورد تار ساخته شده مال یحیی است. تهیه و آماده کردن این قبیل عکس ها برای آرشیو با پسرم فاران بود و او با بکارگیری از شیوه روشمند و علمی عکس های جمع آوری شده را به صورت آرشیوی جامع درآورد که همانطور که قبلا گفته شد عکس های مناسب برای هر جلد امیان آن انتخاب و تا کنون حتی یک عکس هم با آدرس اینترنتی مورد استفاده قرار نگرفته است. نگفته نماند که فاران در تهیه متن‌های بسیاری از شخصیت‌هایی که در یادداشت‌های کتاب صادق هدایت در جلد ششم پژوهشگران معاصر ایران آمده‌اند هم سهمی ارزنده داشت و آن مربوط می‌شد به پرداختن به شرح احوال و آثار کارگردان‌های فیلم‌هایی که هدایت از آنان تأثیر پذیرفته بود. به طوری که در مقدمه کتاب صادق هدایت نوشته‌ام،
از آنجایی که تهیه این بخش گسترده یه سینمایی که در خور اعتنا باشد از احتم خارج بود، فاران با اشراف از آدم سینما این مهم را پذیرفت و با وسواسی که داشت جان مرا به لب رساند و آن را به پایان برد.